در حالی که میزان مرگ و میر در ایران بر اساس آمار رسمی بار دیگر از 400 نفر عبور کرده است، ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه از اعمال محدودیت رفت و آمد در 25 استان قرمز از روز دوشنبه خبر داده است و بر اساس این محدودیت ها اعلام شده که ورود و خروج اتومبیل های غیر بومی به یا از این شهرها از روز دوشنبه تا پایان تعطیلات پایان هفته ممنوع خواهد شد. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان به کرونا در روزهای اخیر که بر اساس آمار قطعی تشخیصی رقمی در حدود 8000 در روز را شامل می شود که بر اساس آمار غیر رسمی به حدود 20000 مبتلا در روز می رسد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان پیش بینی می کنند با توجه به افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان به بیش از 20000 نفر در روز، به زودی تعداد فوت شده های کرونایی در کشور به رقمی در حدود 2000 تا 3000 نفر در روز خواهد رسید که با توجه به عدم رعایت پروتکل ها این پیش بینی وجود دارد که این رقم همچنان رو به افزایش باشد. ظفر قندی رئیس سازمان نظام پزشکی در همین روزها با اشاره به اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عدد واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا حداقل 3 برابر آمار اعلامی است، ضمن بیان این موضوع که 15% از کرونایی‌هایی که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند فوت می‌کنند، فاجعه مرگ‌های 3 رقمی را فاجعه‌ای انسانی دانسته که هر روز تکرار می‌شود. وی ضمن بیان این موضوع که مرگ و میرها به حد فاجعه رسیده، تشخیص دیرهنگام بیماران کرونایی، عدم ردیابی افراد در تماس با مبتلایان، تراکم بیمارستانها، کمبود تخت و پرسنل و عدم وجود عزمی ملی در الزام آور بودن رعایت پروتکل ها را مهمترین عامل افزایش مرگ و میرهای کرونایی در کشور دانسته و تاکید کرده است که در مقابله با کرونا عزم ملی چه در سطح تصمیم گیری و چه در سطح مردمی وجود ندارد. ظفرقندی همچنین با تکرار این موضوع که آمار اعلام شده فقط مربوط به بیماران ثبت شده است و آمار بسیار بالاتر از آمار اعلامی است، مراجعه دیرهنگام بیماران به بیمارستان‌ها را یکی از دلایل بالا بودن مرگ و میر در کشور عنوان کرده و گفته است درمان‌های زود هنگام می‌تواند تا حدود زیادی از تعداد مرگ و میرها کم کند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تراکم در بیمارستان‌ها خود به خود میزان مرگ و میر و آسیب را افزایش می‌دهد، کمبود تخت و کمبود پرسنل بیمارستانی را نیز از جمله عوامل مؤثر بر بالا بودن تعداد مرگ و میرها در ایران عنوان کرده است. با این وصف و با وجود این هشدارها، وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا که طبیعتاً مهمترین فرد تصمیم گیر در خصوص راهبردهای مقابله با کرونا در شرایط بحرانی فعلی است، از ارائه طرح مدیریت کرونا با همکاری سازمان بسیج مستضعفین خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که انجام این اقدام بتواند دل رهبری را شاد کند. منتقدان اظهار می‌دارند که در حالی که بیماران کرونایی در ایران به شکل فاجعه‌باری در حال فوت هستند و با کمترین امکانات در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند و یا در اورژانس به حال خود رها شدند، وزیر بهداشت پس از سپری شدن بیش از 8 ماه شیوع کرونا در ایران، از آغاز صحبت‌های با بسیج برای اجرای یک طرح مبهم خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این طرح را به زودی روی میز بگذارد و دل رهبری را شاد کند. این در حالی است که از همان ابتدای انتشار ویروس در کشور، بسیاری از اپیدمیولوژیست ها همین وضعیت فعلی ابتلا و مرگ و میر را در کشور پیش بینی کرده و تاکید کرده بودند که سیستم بهداشت و درمان کشور باید برای چنین سناریویی در آبان ماه خود را آماده کند. وی همچنین به پیشبینی‌های قبلی خود در خصوص شدت یافتن ویروس اشاره کرد و اظهار داشت وی قبل از این پیشبینی کرده بود که این ویروس به دلیل ساختاری که دارد به سمت خاموشی نخواهد رفت.
پس از ماها بحث و گفتگو درباره چالش‌های ایجاد شده پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیات این طرح روز یکشنبه با 160 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید. برخی از نمایندگان موافق تصویب طرح قانون انتخابات دلیل این تصویب را جلوگیری از تمسخر انتخابات جمهوری اسلامی در فضای مجازی دانسته و آزاد بودن امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را از جمله دلایلی می‌دانند که بر ضرورت تصویب چنین قانونی صحه می‌گذارد. در این حال برخی از نمایندگان شرط سنی 45 سال را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نامناسب دانسته و تاکید کردند که این سن برای انتخابات ریاست جمهوری قابل استناد نیست. همچنین برخی از نمایندگان بر ضرورت شرط رجالیت سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کرده و وجود سابقه مدیریت کلان را از جمله شروط لازم برای ریاست جمهوری عنوان کردند. در همین حال محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که احتمالاً می‌خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، محدود کردن سن 45 سال در رقابت انتخابات 1400 را اشتباه بزرگی دانسته و تأکید کرده است که مسئولیت‌های نسلی باید به موقع از نسل قبل به نسل‌های بعدی انتقال یابد. بسیاری از گروه‌های سیاسی با استفاده از قانون انتخابات و وارد کردن شرایط خاص برای کاندیداتوری ریاست جمهوری به ویژه انتخابات 1400 در تلاش هستند تا اهداف سیاسی مد نظر خود را در انتخابات آتی عملی کنند و با وجود تأکیدهایی که بر غیر سیاسی بودن قانون جدید انتخابات می شود، اما چارچوب تدوین طرح به گونه ای است که محدوده تعیین کننده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در این حال افراد خاص را نیز از گردونه احتمالی ریاست جمهوری خارج کند. با اعمال شرط 45 سال عملاً ابراهیم رئیسی و باقر قالیباف که دو کاندیدای ریاست جمهوری بودند نیز از مدار رقابت حذف می‌شوند. در صورت تایید این شرایط از سوی شورای نگهبان به نظر می‌رسد که نهاد رهبری قصد دارد از نیروی جدید و جوان در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند و قصد ندارد که از بازیگران قدیمی صحنه استفاده کند. موضوع حضور زنان نیز در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از چالشی ترین موضوعات در انتخابات 1400 است و برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که گروه‌های سیاسی، به ویژه گروه‌های سیاسی اصولگرا که نفوذ بیشتری هم در شورای نگهبان دارند، با هدف افزایش احتمال مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اقدام به معرفی یک کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بکنند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، روز یکشنبه در مراسمی که به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل برگزار شده بود، با اشاره به شرایط خاص کشور در خصوص مقابله با بیماری کووید 19، رویکرد بهداشت محور را یک سبک زندگی مبتنی بر رفتارهای مراقبتی بهداشتی دانست و اظهار داشت آموزش و اقناع مردم و اجماع بین مسئولان است که ضامن موفقیت وزارت بهداشت است. جلالی در بخشی از اظهاراتش به مقاومت فعال و تاب‌آوری حیرت انگیز ملت ایران اشاره کرد و گفت با وجود فشار همه جانبه دشمنان علیه ایران، مقاومت فعال در دستور کار قرار گرفته و به موفقیت رسیده است. وی با اشاره به بی سابقه بودن فشارها علیه ملت ایران به تاب‌آوری بی‌نظیر ملت ایران اشاره کرد و گفت به خاطر این تاب‌آوری جمهوری اسلامی توانسته است کارکردهای اساسی و استقلال کشور را با وجود بحران کرونا حفظ کند. جلالی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی در ایران در حوزه دانش پدافند غیرعامل چیزی از دنیا کم ندارد، مدعی شد جمهوری اسلامی در این زمینه به بلوغ رسیده است. اظهارات جلالی در خصوص برتری علمی جمهوری اسلامی
در خصوص پدافند غیر عامل در حالی عنوان می شود که اظهارات وی در خصوص فعالیت پدافندی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حملات پدافندی علیه جمهوری اسلامی همواره مورد کنایه طنزآمیز بسیاری از ناظران قرار گرفته و سخنان او به ویژه در خصوص حملات پدافندی در حوزه محیط زیستی دستمایه طنزهای فراوانی شده است. وی در هنگام دستگیری تعدادی از فعالان محیط زیستی که به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی شده بودند ادعا کرده بود که این افراد از مارمولک ها برای برداشت اطلاعات محیطی استفاده می کردند که با هوشیاری سپاه و دستگاه های نظارتی کشور رسوا شدند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیر عامل در سال 99 رزمایش مقابله با کرونا در فرودگاه امام خمینی برگزار کرده اظهار داشت در این رزمایش نقاط ضعف و اشکالات شناسایی شده و در اختیار نهادهای متولی قرار گرفته است. آنچه که رئیس سازمان پدافند غیر عامل از آن تحت عنوان رزمایش یاد می‌کند، اقدامی مضحک در اوایل شیوع کرونا در جهان بود که ماموران سپاه در اقدامی غیر عقلانی با استقرار در ورودی‌های فرودگاه اقدام به تب‌سنجی از مسافران می‌کردند که بعداً هم اعلام شد که این تب‌سنجی واقعی نیست و تنها به عنوان رزمایش و آماده‌سازی محیطی انجام شده است. سردار جلالی در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز تعجب از کنار گذاشته شدن سازمان پدافند غیر عامل از ستاد ملی مقابله با کرونا به اقدامات سازمان در حوزه پیشبینی، پیشگیری و مقابله اشاره کرد و اظهار داشت سازمان پدافند در این خصوص برنامه ریزی کرده بوده است که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به کار گرفته نشده است. این گلایه در حالی عنوان می شود که کرونا به گفته ناظران یک بیماری است و در رده تهدیدات عمدی بیولوژیکی قرار ندارد که بتواند توجیه کننده ی حضور سازمان پدافند غیر عامل در ستاد ملی مقابله با کرونا باشد. ستاد ملی مقابله با کرونا برای ارائه طرح‌های مقابله با کرونا هدفگیری و عملیاتی شده است و برنامه ریزی در خصوص مقابله با تهدیدات که جزء وظایف سازمان پدافند غیر عامل است نمیتواند جزء وظایف ستاد مقابله با کرونا تلقی شود. رضا امیرخانی نویسنده اصولگرا که کتاب داستان سیستان 10 روز با رهبر را منتشر کرده است و مورد تشویق نهاد رهبری قرار گرفته بود در برنامه گفتگوی اینترنتی در سخنانی که معمولاً خط قرمز برای نظام محسوب می شود خواستار محدودسازی دوره رهبری و نیز تغییر ترکیب مجلس خبرگان و نیز گفتگو با شهروندان اسرائیلی و لغو حجاب اجباری شد. وی در این مصاحبه میگوید 10 تا 15 مورد است که تا اصلاح نشود اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. بخش‌های زیادی از این موارد با حاکمیت است. وی می‌افزاید رهبر انقلاب باید در این موضوع وارد عمل شوند. رهبری باید دوره‌ای شود و قیافه خبرگان باید تغییر کند. اینها به درد کار حکمرانی نمی‌خورد. اینها باید تبدیل شوند به آدم‌های جوانی که می‌توانند حرف بزنند، گفتگو کنند و سوال‌های مرا بشنوند و حرف بزنند. وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت که یک قسمتی از تحریم به خودمان برمی‌گردد. خودمان نباید در حوزه‌های مختلف خودمان را تحریم کنیم. من اگر شهروند اسرائیلی هم ببینم با اینکه موضع من درباره موضوع فلسطین کاملاً مشخص است که چیست، حتماً با او صحبت می‌کنم. بارها پیش آمده که این اتفاق افتاده. من نباید خودم را تحریم کنم. در سفری کسانی که مسئولیت داشتند دوست نداشتند با شهروند فلسطین اشغالی صحبت کنند. اتفاقا باید با او گپ بزنم. حداقلش این است که علیه بنیامین نتانیاهو حرف مشترک داشتیم. در تشک کشتی هم باید با ورزشکاران رژیم اسرائیل کشتی گرفت. احساس می کنم این موضوع ربطی ندارد به برسمیت شناختن این رژیم و این را همه جا اعلام می کردم که معنیش برسمیت شناختن نیست و یک مسابقه ورزشی است با کسی که من کشور او را برسمیت نمی شناسم. این خیلی بهتر از آن است که خودم را به مصدومیت بزنم. وی در مورد مسئله نظام گفت در دهه 90 سوال فقط درباره کارآمدی و ناکارآمدی است. مثلا ما روزی درباره حجاب این سوال را داشتیم که آیا حجاب اجباری درست است یا اختیاری؟ اما الان سوال این است که آیا حجاب اجباری کارآمد بوده یا ناکارآمد؟
به نظر می رسد با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، نهاد رهبری با برجسته کردن مواضعی انتقادی از سوی اصولگرایان جوان قصد دارد بر موج نارضایتی ها سوار شود تا بتواند مشارکت انتخاباتی را افزایش دهد و در عین حال یک اصولگرا برنده انتخابات شود. در ادامه فعالیت‌های اصولگرایان برای از کار انداختن دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احمد نادری نماینده اصولگرا از تقدیم استیضاح فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت رئیسه مجلس با 80 امضا خبر داد. محورهای استیضاح، ناکارآمدی در خصوصی سازی، اختلالات بازار بورس و بازار سرمایه، معضلات گمرک، افزایش بی سابقه قیمت ارز، اختلال در تجارت بین الملل و عدم رعایت قانون در اصلاح نظام مالیاتی می باشد. البته معلوم نیست که هیئت رئیسه اعلام وصول کند. در این میان نمایندگان مشغول چانه‌زنی با وزیر اقتصاد می‌شوند که از او امتیاز بگیرند و در عوض امضای استیضاح خود را پس بگیرند. به گزارش CNN، در حالی که سایت‌های خبری گزارش کردند که ترامپ قصد دارد قبل از اعلام نتایج اعلام پیروزی کند و حاضر به خروج از کاخ سفید نیست، حداقل 150 شخصیت از جمله مسئولان بلندپایه در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود را برای انتقال قدرت به جو بایدن کاندیدای دموکرات در صورت پیروز شدنش در انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه آماده می‌کنند. به دلیل آنکه ترامپ اخیراً از پاسخ به پرسش‌ها درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت طفره رفته و در شفافیت انتخابات نیز تشکیک کرده، تیم بایدن نیز خود را برای رویارویی با موانع احتمالی با رئیس جمهوری کنونی و هوادارانش در دوره انتقالی آماده می‌کند. انتظار می‌رود شخصیت‌هایی که خود را برای انتقال قدرت به بایدن در صورت برنده شدن در انتخابات روز سه‌شنبه آماده می‌کنند به 300 نفر برسند. یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جو بایدن، کاندیدای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان جلوتر است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌های مختلف، میزان حمایت آمریکایی‌ها از بایدن 51.3% و میزان حمایت از ترامپ 43.5% است. ترامپ در هفته‌های اخیر توانسته است جایگاه و عقب ماندگی از بایدن را جبران کند و آن را از 10% به 8% کاهش دهد. دونالد ترامپ و رقیب او جو بایدن در ایالت‌های کلیدی آمریکا به فعالیت‌های انتخاباتی خود برای بسیج هوادارانشان ادامه دادند. جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات در ایالت میشیگان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 3 نقطه ایالت پنسیلوانیا به سخنرانی تبلیغاتی پرداختند. ایالت‌هایی که می‌توانند نقش کلیدی در انتخابات روز سه‌شنبه بازی کنند. ترامپ در سال 2016 با فاصله کم در هر دو ایالت پنسیلوانیا و میشیگان به پیروزی رسید. بایدن در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در کنار او حاضر بود گفت که آمریکا از هرج و مرج دولت ترامپ خسته است. وی افزود وقت آن است که دونالد ترامپ ساکها را ببندد و راهی خانه شود. وی افزود ما از این هرج و مرج، توییت‌ها، عصبانیت‌ها، ناکامی‌ها و سلب مسئولیت‌ها خسته شده‌ایم. اوباما گفت ترامپ دنبال حجم جمعیتی است که در سخنرانی ها و مراسم وی حاضر می شوند. ترامپ تشنه توجه است. وی افزود این سه‌شنبه همه چیز در خط قرار می گیرد. روز سه‌شنبه شما می توانید تغییر را انتخاب کنید. باراک اوباما همچنین شخصا به خانه های مردم زنگ می زند و از آنها می خواهد به بایدن رای بدهند. تعداد دنبال کنندگان اوباما در شبکه های مجازی بیش از 120 میلیون نفرند. ترامپ هم گفت که آمریکا در روز انتخابات شاهد موج بزرگ قرمز پیروزی جمهوری خواهان خواهد بود. اگر پنسیلوانیا را ببریم دیگر تمام است. وی گفت اگر سه‌شنبه پیروز شدیم شما یک بورس اوراق بهادار را می‌بینید که همچون سفینه فضایی پیش خواهد رفت. 3 روز دیگر این ایالتی است که رویای آمریکایی را نجات خواهد داد. حدود 93 میلیون نفر تاکنون رأی خود را تحویل دادند که 57 میلیون آنها پستی بوده است.
تنها یک روز مانده به پایان فعالیت‌های انتخاباتی، میزان آراء پیش از موعد در انتخابات آمریکا در حدود 67% کل آراء ریخته شده به صندوق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. به این ترتیب انتظار می‌رود میزان مشارکت در انتخابات امسال در بیش از 100 سال اخیر بی‌سابقه باشد. به گزارش رویترز، جرار دارمانین وزیر کشور فرانسه گفت فرانسه با تهدید تروریستی مواجه است. ما در حال جنگ قرار داریم و این احتمال وجود دارد که در هر نقطه از کشور حملاتی انجام شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از حادثه اخیر در شهر نیس از دارمانین خواسته است که در هفته جاری برای بررسی مبارزه با تروریسم راهی تونس شود، چرا که اعلام شده است عامل حمله تروریستی اخیر یک تونسی 21 ساله بوده است. کاخ الیزه پیش از این اعلام کرد که قیس سعید رئیس جمهوری تونس با امانوئل مکرون تماس گرفت و همدردی کشورش را با فرانسه بعد از این حادثه تلخ بیان داشت. سخنگوی مکرون گفت دو رئیس جمهور بر تقویت همکاری خود در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند و همچنین درباره بازگشت تونسی‌ها به کشور خود، به ویژه آنهایی که در فهرست دستگاه اطلاعاتی فرانسه قرار دارند، بحث و تبادل نظر شد. به نظرسنجی ها اعتماد داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما آنچه در ساعات باقی مانده محور حدس و گمان و تحلیل هاست همین آمار هاست. نتایج نظرسنجی ها در بسیاری از مواقع محل تردید واقع شدند، اما باز هم با انتشار هر نظرسنجی جدیدی خواننده با وسوسه خاصی آنها را مرور می کند. از جمله در آخرین نظرسنجی منتشر شده که مربوط به ایالت های مهم چرخشی است که اصطلاحا در امریکا ایالت های محل نبرد هم خوانده می شود. نبرد از این جهت که دست یافتن به آرای الکترال هر کدام از این ایالت ها می تواند شاهین بخت را بر دوش یکی از دو نامزد انتخابات بنشاند و او را برای 4 سال پیش رو راهی کاخ سفید کند. جدیدترین نظرسنجی منتشر شده از سوی نشریه هیل حکایت از آن دارد که در 3 ایالت حساس فلوریدا، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی جو بایدن پیشتاز است. در پنسیلوانیا این ایالت حساس که هر دو نامزد با تمام قدرت در آنجا حضور پیدا کردند تا آخرین رأی ها را به نام خود صید کنند، مطابق با این نظرسنجی جو بایدن با 5 امتیاز نسبت به پرزیدنت ترامپ برتری دارد. 51% برای بایدن و 46% برای آقای ترامپ. در دومین آوردگاه نبرد یعنی فلوریدا، ایالتی که در سالهای اخیر نظرش به سمت هر نامزدی بوده او رئیس جمهور شده، هم جو بایدن یک برتری 3 امتیازی نسبت به آقای ترامپ دارد. در این ایالت آقای بایدن 50 امتیاز و پرزیدنت ترامپ 47% آرای نظرسنجی را به خود اختصاص دادند. سومین میدان بزرگ نبرد کارولینای شمالی، باز هم آقای بایدن پیشتاز است، البته با فاصله کمتر، تنها 1 امتیاز. در این ایالت جو بایدن با 49% آرا در مقابل 48% آرا از پرزیدنت ترامپ پیشی گرفته است. اما از کلیات این نظرسنجی که بگذریم، در جزئیات آنچه بیشتر در مورد این تازه ترین نظرسنجی می‌دانیم آنکه در ایالت کلیدی و حساس پنسیلوانیا پرزیدنت ترامپ در میان رای دهندگان روستایی برتری دارد، حالانکه جو بایدن در میان شهروندان حومه شهرها صاحب برتری است. و جالب آنکه اختلاف امتیاز آقای بایدن و ترامپ در ساکنان حومه شهرها در ایالت پنسیلوانیا 9 امتیاز است. در فلوریدا اما این نظرسنجی یک
یک جامعه آماری 1114 نفری را مورد سنجش قرار داده با حاشیه خطای 2.8%. در کارولینای شمالی جامعه آماری مورد سنجش 903 نفر با 0.3% خطا و در پنسیلوانیا نظرسنجی مورد بحث در یک جامعه آماری 901 نفره با حاشیه خطای 3.2%. نظرسنجی تلاش کرده پرسش شوندگان را از نظر سن، شغل، موقعیت اجتماعی، نژاد، منطقه محل زندگی، سطح درآمد، تحصیلات و ایدئولوژی سیاسی مورد سنجش قرار بدهد. در نظرسنجی دیگری که تنها 2 روز مانده به انتخابات و در سطح کلی صورت گرفته، حکایت از آن دارد که جو بایدن در 12 ایالت که محل نبرد سخت دو نامزد خوانده می شود، مجموعاً با 6 امتیاز پیشتاز است. یکی از مواردی که در نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته این است که آیا کشور در مسیر درستی پیش می رود یا خیر. از هر 10 نفر پاسخ دهنده 6 نفر معتقدند کشور در مسیر درستی پیش نمی رود. بر روی کاغذ و مطابق با آخرین نظرسنجی ها شرایط برای آقای ترامپ خوشایند نیست، اما آنچه نتیجه را رقم می زند واقعیت میدانی در روز 3 شنبه است.